آفرین و جزئیات را از عارف یعقوبی همکارم که در فیلادلفیا اعزام شده بشنویم. عارف، خب انتخابات هم نزدیک است، برای ما بگو از اونجا چه خبره؟ ما اینجا در فیلادلفیا در پنسیلوانیا هستیم، ایالتی که خیلی در انتخابات فردا نقش مهم داره. به این خاطر خیلی ها اینجا میگن که ایالات متحده پنسیلوانیا، به عبارت دیگر احتمالاً فردا این پنسیلوانیا هست که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تعیین میکنه. تا این لحظه که ما صحبت میکنیم، نظرسنجی ها نشان میده که خانم هریس و آقای ترامپ در یک فضای کاملا تنگاتنگ رقابت میکنه، تقریبا 50-50. اما چرا پنسیلوانیا مهم است؟ به این دلیلی که یکی از ایالت‌های کلیدی است و بیشترین رأی الکترال را داره، 19 رأی الکترال را داره. امروز هم اینجا البته فضای انتخاباتی است. خانم هریس و آقای ترامپ قرار هست در پنسیلوانیا بیاید کمپاین کنه، همینطور قرار است که کنسرت های موسیقی برگزار شود و از جمله لیدی گاگا هم امروز قرار است اینجا به حمایت خانم هریس یک کمپاین انتخاباتی سیاسی برگزار کند. در کنار اینها، اینجا در پنسیلوانیا هر دو نامزد در تلاش است تا جوانان را بسیج کنه که به پای صندوق های رای بیاید، چون اینجا گفته میشه که تعداد زیادی از جوانهای واجد شرایط رای در انتخابات های قبلی رای ندادند. این بار هر دو نامزد منتظر است که این جوانها به پای صندوق های رای بیاید. همین لحظه یکی از این جوانا در کنار ما است اینجا در فیلادلفیا، ازش میپرسم که چرا رای میده و به کی رای میده و بعد من همزمان ترجمه میکنم. What's your name? My name is Ben Gamba. Who you're going to vote for? I personally prefer Kamala Harris over Donald Trump this election. میگه که من به خانم هریس رای میدم و ترجمه میدم که به او رای بدم نسبت به کامالا هریس، نسبت به ترامپ ببخشید. Why Kamala Harris? I think Kamala Harris is the only candidate in this election who actually favors democracy over Donald Trump. I feel like Harris has stronger policies than Donald Trump and more refined plans for the country. And I feel like if we want to actually keep the American experiment alive, we need to vote for Kamala Harris if we want a fruitful and alive nation. So everyone in Pennsylvania, vote for Kamala Harris. Okay. میگه که خانم هریس برای آزادی و دموکراسی آمریکا سالمتر است، بهتر است و هر کسی که به قول او میخواهد که اون روحیه یا روح دموکراسی آمریکا زنده باشه، باید به خانم هریس رای بده. یک سوال دیگه میپرسم. How both candidates were campaigning among youth, among young generation here in Pennsylvania, like yourself? Yeah, they were definitely around here. I went to both rallies, actually. Today I'm going to be attending the Kamala Harris rally near the Rocky Steps. And a couple months ago, Trump held a rally down near Temple, and I attended that. And I was more persuaded personally by Kamala Harris's campaign and Kamala's rallies. While Trump's rallies felt more boisterous, it feels that Kamala is really speaking and understands the younger generation. All right, thank you. Have a good one. Yep, you too. Yeah, thank you. گفت که هر دو نامزد تلاش کردند که در میان جوانان کمپین کنه و خودش گفت در هر دو کمپین رفته، هم کمپین خانم هریس و هم کمپین آقای ترامپ، اما او متقاعد شده به خانم هریس رای بده و برنامه های او را بهتر از برنامه های آقای ترامپ دانسته. اما این تمام ماجرا نیست، ما با شمار دیگر از کسانی که اینجا در فیلادلفیا هستن هم صحبت کردیم. حتی وقتی ما صحبت میکردیم هم خیلی جالب بود که مثلا یکی میگفت ترامپ، یکی میگفت هریس. این نشان میده که اینجا در پنسیلوانیا چقدر رقابت تنگاتنگ است. برگردیم به شما. سپاسگزارم از خودت عارف یعقوبی همکارم در فیلادلفیا. ممنون.